ایران 971-50-559-64-16 دفتر امور امارات 971-50-465-87-82 شبکه جهانی جام جم اینترنشنال. تماشاگران برنامه گفتگوی هفته از شبکه جهانی جام جم اینترنشنال، منصور سبهبان هستم و شما رو به تماشای برنامه این هفته دعوت میکنم. گفتگوی دارم با هنرمندی که در خارج از کشور به شهرت و محبوبیت رسیده. صدایش بسیار گرم و علاقمندانش صدای او رو بسیار دوست می‌دارن چون صدای بسیار دلنشینی است. بینندگان عزیز، خانم و آقایان، مهمان این هفته آقای پویا هستند که خوش آمدید دارم به پویا عزیز برای حضورشون در استدیوی جام جم اینترنشنال. سلام عرض می‌کنم جناب سپهروان، خسته نباشید. مرسی از دعوتتون، مثل همیشه موهبت داشتید و همینطور سلام عرض می‌کنم به همه بینندگان عزیز و دوست دارم که به خاطر غیبتی که داشتم در ایام عید، هرچند دیر شده ولی خب سال جدید رو تبریک بگم به همه هموطنان عزیزم، به خصوص عزیزانم در ایران. انشاءالله که سالی پر از موفقیت و تندرستی و سلامتی باشه برای همتون و در این سال جدید انشاءالله هرچی از خداوند میخواد خدا بهتون بده. عرض میخواستم خدمتتون بکنم، با آقای بابک سعدی داشتم صحبت میکردم، محبت کرده بود. میدونی که یکی از هر سر و شاعرهای بسیار خوب که در ایران هستن، میگفتن که به شما هم دو بار بعد سال تبریک گفت، یکی هم میلادی و هم شمسی. بله. گفتن شمسی جذابیتش بیشتره تا میلادی، نه اینکه بگم خدای نکرده، ولی همینقدر که این روحی آدم عوض میشه، به خصوص اونم فصل بهار، برای خودش ویژگی های خودش رو دوست داره و آدم هم لذت میبره. من که اصلا سال میلادی اینجا رو یا همون شب نیو ایر خودمون که اینجا میگم به گفته خود امریکایی هم اصلا حس نمی کنم، بیشتر در انتظار همیشه عید خودمون هستیم، چون خیلی زیباتر و قشنگتره و مثل که این تغییر فصل رو یا تغییر سال رو واقعا در همون زمانی که ما جشن میگیریم حس میکنیم. عجیبه با اینکه خب بیشتر در خارج از ایران بودیم، یعنی بایستی طبیعتا به اینجا عادت میکردیم، به این سال جدید اینجا، ولی خب همچنان با سال جدید ایران ما همچنان پیش میریم. البته شما موقع خیلی خردسال بودیم، قطعا سالهای پیش، حتی در اینجا همون روزهای اول خارج از کشور که آمده بودیم، حتی قبل از انقلاب، خیلی ها این سال میلادی رو جشن میگرفتن، واقعا جشن میگرفتن، ولی الان یک حالت همچین اون فرم مثل سالهای پیش از انقلاب نداره، خیلی عادیه. درسته. ولی همونطور که شما گفتی، همین سال شمسی خودمون و آغاز فصل بهار زیبایی های خودش رو داره. همه چی واقعا نو، همه چی ایرونیش خوبه. همه چی ایرونیش خوبه. شما ایدیدنی رفتین؟ والا من مسافرت بودم، مسافرت بودم. بله، نبودم اینجا هستم، برای همین ایدیدنی هم همچین انجام نشد. ولی خب از هفته دیگه شروع میکنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. پویا جان، به هر حال شما اصلا چه انگیزه سبب شدش که شما ایرانو ترک گفتی؟ این خواست پدر مادر بود یا اینکه خود شما هم، یعنی در واقع به خاطر آینده شما، موقعیت شما، دوست می‌داشتن که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بدین؟ دقیقاً همین، به خاطر آینده بوده بیشتر. به خاطر آینده. شما از یک خانواده چند نفری هستین؟ چهار نفر. چهار نفر. مادر، خواهر، برادر. خیر.
بعد همه با هم ایران رو ترک گفتی؟ اول من با پدر اومدم و بعد از 4-5 سال مادر و خواهر اومدم. چند سالت بود شما آمدی؟ دوران تحصیل دبستان و یا دبیرستان رو تموم کرده بودی؟ 10 تا 12 سالم بود فکر کنم. 10 تا 12 سالم اومدم. پس دوران دبستان شما راهنمایی بودین دیگه قطعا؟ اول راهنمایی بودم. اول راهنمایی بود. برای آینده خودتون و خانواده آمدید؟ بیشتر پدر به خاطر آینده من و خواهرم. شما بزرگترین فرزند خانواده این؟ در همه خانواده بله. در این پسر نوه همه. خب بعد خواهر برادر بعدی چند سال؟ یه خواهر فقط دارم که آن 3 تا برادر یه خواهر؟ نه یه خودم هستم. خودت من میگم 4 خواهر برادر داری. من با پدر مادر حساب کردم. پکیج دیل دادم خدمت. خب پس با پدر و مادر یه خانواده 4 نفری هستین. خب پس شما بزرگترین فرزند خانواده هستین. خواهر اینجا چه تحصیلی دارن؟ اینجا هستن یا اینکه در همون کشور اروپایی در بلژیک هستن؟ من نروژ بودم ولی خب دیگه اومدن اینجا الان کارشون هم. خواهرم اومدن اینجا و شغل اصلیشون تو کار نرسینگ بودن ولی خب به خاطر کارشون فعلا اینجا شروع کردن به کار. ولی کار نرسینگ رو اینجا خیلی با جون دل میپذیرن. خیلی اینجا تقاضا خیلی زیاد داره. همین دارم میگم امکانات خیلی راحتی رو برای شغل نرسینگ دولت امریکا قائله و خیلی هم سریع بهشون خیلی بیزن. امکانات خوبی هم میدن و خیلی هم خواستار داره. حالا دیگه برجسته. آها خودشون نخواستن برن اینو. چرا؟ آها خودشون یه سری امکاناتی هست که بایستی بدن چون مثل که گویا مدرک اروپا برای اینجا قابل قبول نیست. یعنی مثلا دوره گواهینامه‌ای که ما میام از اروپا اینجا قابل قبول نیست، دوباره امتحان بدیم از نو. بله من فکر میکنم به همیشه کار میکنه، یعنی باید یه امتحان دیگه میدادن اینجا. بله که بتونن شروع کنن به همین کار. خیلی پس انشالله که به شغل، یعنی کار که واقعا که علاقمندم هستم و واقعا خدمتم به جامعه هستش، انشالله به اون مرحله برسن انشالله. ولی اصولا امیدوارم هیچ کدوم از اعضای بشر کارشون به بیمارستان نکشه، ولی واقعا وقتی هم که میکشه همین عزیزان پزشکان و همین نرسینگ هستن که میتونن جونو به آدم ببخشن دوباره برگردن به خونه. به هر حال به ایشون هم خیلی سلام برسونید. به این کارشون هم واقعا یه کار مقدسیه. خب پویا جان در همون اول گفتی نروژ بودین بعد از اینکه از ایران، در اون مرحله خوانندگی شما انگیزه خودت بود یا میتونی شهر بدی اصلا چی شد ماجرای خوانندگی تو؟ 12 سالت بود بعد رفتی تحصیل اونجا یا اینکه نه اصلا نه اومدیم اونجا تحصیلات نروژی شروع کردیم دوباره از اول با مدرسه راهنمایی اونجا شروع میکردیم. البته خب فرق میکنه میدونید که اینجا مثلا با ایران به اسمای دیگه داره، کالج و معروف چی اسکول بهش میگن اینجا؟ های اسکول بله های اسکول و اینا. تو نروژ شروع کردم و بعد از حدود 7-8 سال من رفتم لندن. رفتم لندن که البته در این حالی که تو نروژ زندگی میکردم خب تو کارهای هنری فعالیت داشتم، یعنی همیشه دوستایی بودن اونجا که برنامه میذاشتن و از خواننده های لس آنجلس دعوت میکردن که میمادن اونجا. من همیشه اول برنامه ها میرفتم، اوپنینگ برنامه بود برجد من. اونجا برنامه اجرا میکردم که همینطور این برنامه ها باعث شد که خودم هم علاقه شدیدی پیدا کنم بهش. و هیچ فکر میکردی که بتونی در دنیای رقابت ها دوام بیاری یا اینکه نه همینجور داشتی بررسی میکردی که ببینیم حالا که داریم میریم؟ خب هیچ چیزی مطمئن نیست، یعنی قبل از اینکه میخواستم واردشم خب خیلی ترس داشتم، بلهوره داشتم، نمیدونستم کار مورد قبول قرار میگیره یا نه فرض کن اونجا شما بودی میگفتی حالا من چگونه میتونم مثلا با خواننده های لس آنجلس مثلا آقای شهرام سولت یا شهرام شبره با یا گروه بلک کتس یا دیگر خواننده ها منصور درسته مهرداد هم اون موقع بود بله. و مهرداد چگونه میتونم مثلا در کنار اینا خودی نشون بدم؟ به فکر دوست میگم اتفاقا خیلی قشنگ گفتی، چون اون موقعی که من از اون خواستم شروع کنم به کار
آخرین خواننده‌ای که اومده بود به بازار، یعنی میشه جزو جدیدترین خواننده‌ها حسابش میکردن اون موقع. منصور عزیز بود که برجد برای خودش ماشاءالله وزنه بزرگیه منصور، و بعد از منصور دیگه نیومد اون تک و توک اومد. یادتون باشه مسابقه اولی هم که ما با شما داشتیم در تلویزیون جام جهانی نشون میدم میریم بله نبودن، بسیار تک و توک بود و اصلا به قول معروف خواننده جدید به اون صورت نبود. بیشتر این بازار روی خواننده‌های پیشکسوت پیشکسوتمون و بزرگ کشورمون میگشت میچرخید، و من میتونم بگم خب قنیوی تری هستی توی جدیدا. دقیقاً یعنی منصور بود، منصور جان بودن. مهداد نبود؟ خب مهداد جان که یعنی پس بودن قبل بودن. از مهداد جان هم بودن بله. شهرام کاشانی هم میسیم اون موقع بودش بله. شهرام که خیلی وقتی خواننده بعد نه میخوام ببینم که قبل از منصور دیگه چه خوانندهایی در مارکت فعال بودن. خودت به یادت نمیاد؟ کسی دیگه نبود؟ نبود اوائل کار شهیاد جون بود. شهیاد آها شهیاد همزمان گروه بلکت که بود با همون پیروز بود یا زمان کامران هومن بود؟ نه زمان پیروز جان بود. زمان پیروز بلکت هم مطرح بود اون موقع. بله 100%. بلکت که همیشه مطرح بوده فقط میگم نه در زمان پیروزش 100%. بعد پس اینا هم زیر نظر داشته دیگه، فکر می‌کردی که چجوری بتونی با اینا تو نیومده بودی آمریکا؟ نیومده بودم. ولی میگفتی که ولی بهت میگفتن که اونجا به هر حال ممکنه نذاره آب گلون راحت ممکنه نره پایینت گلون من که نه من که تو کاباره میخوندم تو لندن دائما به هم میگفتن خب که محیط اینجا اینجوریه اونجوریه بایستی حواس جمع باشه چیکار میکنی کجا میری با کی کار میکنی چه شارنگی میکنی به قول معروف تمام این مسائل بود. ولی خب خوشحالم که پله پله اومدم، یعنی چون میدونم الان اکثرا خوانده جدیدی که میان توی بازار یعنی واقعا یک شبه ده 100 ساله رو میدن. حالا اگر اینکه کارشون بمونه یا محشم برن برن اون دیگه بستگی به شانسشون داره و برجد مصلحت خدا. ولی منظور از این صحبت ها اینه که من تجربه قبل از اینکه بیام اینجا تجربه حداقل خوانندگی رو من به اندازه کافی داشتم که اومدم. این از کابل لس آنجلس نمیخوام ببین در اروپا خب به خاطر اینکه حضور خوانندگان کمتر بود در اون زمان خب به هر حال درخشش شماها خیلی سریعتر بود درست نشون میداد خودشو و به همون نسبت هم با مارکت با بازار راحت می اومد این جلو. ولی یه جایی مثل لس آنجلس همچه کار راحتی برای کسی نیستش که بیا در میان خواننده‌های پیشکسوت مطرح روز و خوانندگانی که یک به یک دارن به میدان میان بتونه کلن لس آنجلس تو هر زمینه شما بخواییم فکرشو بکنید جای راحت نیست برای زندگی کردن. آپارتمان شما راحته؟ جونم؟ یعنی در آپارتمانتون راحت میخوابین شما؟ والا نه اینه منظورن که در محل غیر از لس آنجلس آپارتمان شما آسایش داره برای شما؟ من هر جا باشم شوخترین جایی هم که بخوام زندگی کنم باید آسایش و آرامشمو داشته باشم. سعی میکنم منتها لس آنجلس سخت داره آرامش داشتن چون شما از صبح اینجا بالا میشید باید همینطور کار بکنید. ولی کلا همینجوری داشتم میگفتم میگم توی زمینه هنرپیشگی شغل عمومی مثل دکترا مهندسی تو هر زمینه شغلی که شما بخوای فکرشو بکنید سخته چون اینجا واقعا شهری که رقابت هست و از سینماش گرفته از تئاترش گرفته از موزیکش گرفته و واقعا البته در کل بخوام صحبت بکنیم باعث افتخاره که ایرانی ها درخشیدن اینجا، یعنی موزیکی مون رو داریم سعی میکنیم روز به روز پیشرفته تر کنیم بتونیم با موزیک پاپ امریکایی تقریبا میتونیم بگیم سعی کنیم برابری داشته باشه کارمون مقایسه میشه بعضی افکار. پویا نکته ای رو که گفتی که با سبک کار امریکایی بتونیم خودمون رو برابر بکنیم، تو هیچ میدونی الان صداها و آواهایی که داره از ایران میاد چقدر زیبا بدل نشینه، چه در سبک پاپش چه در سبک سنتیش. یعنی واقعا اگر شما به بعضی از این سیدیا گوش بکنی واقعا لذت میبرین. یعنی ممکن ماها
از سی دی پلیر اتومبیلتون خارج نکنه. درست. البته از منظور من از این که بتونیم برابری کنیم، من بیشتر از لحاظ ببینید نه تکنیکی بودن کار، مثل ویدیو گرفتن ها، مثل ساندایی که صداهایی که توی ضبط استفاده میشه، مثل استودیوهایی که واقعا الان خیلی از بچه‌ها میدونن این استودیوهای خارجی میشنن ضبط میکنن کاراشونو. ولی از لحاظ موسیقی من فکر میکنم که نباید خودمون رو با موسیقی امریکایی مقایسه بکنیم یا هیچ ملیت دیگه، برای اینکه ما هیچ وقت نمیتونیم بیایم در کنار، حالا نمیخوام اس بیارم، ولی خب مثلا تو این کشور خب خانم مادونا داره کار میکنه، آقای مایکل جکسون، آقای تیمبرلک، نمیدونم خانم بریتنی اسپیرز، اینا همه دارن کار میکنن، اینا زبان مادریشون انگلیسی، موزیکشون موزیک مادری خودشونه، اینا توی خونشونه، یعنی تمام تار و پودشون با این نوع موسیقی، این سبک آمیخته است. ولی ما باید سعی کنیم که ظاهرش رو اگه میخوایم مدرن درست بکنیم، درست کنیم، ولی خب سعی کنیم اون اصالت رو تو موزیک حفظ بکنیم، حتی موسیقی پاپ ایران. البته در ادامه صحبت داشتید میگفتی کارهای ایران، من میخواستم بهتون اشاره کنم بگم که موسیقی اصیل رو من تو ایران الان بیشتر دوست دارم، چون موسیقی پاپ داره میاد، هستن یکی واقعا چند تایی که بسیار بسیار زیباست، ولی اگه دقت کرده باشید یواش یواش فکر میکنم موسیقی داخل ایران هم داره عوض میشه. دقیقاً همین. و یک مقدار نمیدونم، برای شخص من، سلیقه شخصی خودم، من باعث ترسه، برای اینکه بیشتر تک کلام شده فقط الان، یعنی که شعرهای تک کلام شده و بارها گفتم، یعنی ساده خوندن، عامیانه خوندن با نمیدونم کلمه درستی استفاده کنم، با خیابونی خوندن فرق میکنه. تکه کلامی که من تو خیابونم خونده رفیقمو ببینم، دوستمو ببینم استفاده بکنم، اون رو تعلق شخصی من باز میگم نمیتونم بیارم توی چارچوب آهنگ قرار بدم بخوام اون رو استفاده کنم، یا با تکرار کردن اون 20 بار اون رو توی گوش و مغز و حس شنونده، تو قلب شنونده این کارو بکنم. و برای همینه که خیلی موسیقی ما تاریخ مصرف پیدا کرده و یعنی یک آهنگ میاد بیرون یک ماه اینقدر این آهنگ هیته و هاته به قول اینجاییه که همه همون رو گوش میکنن، ولی از دو ماه بعد دیگه اصلا اون عمر اون آهنگ دیگه تموم میشه و همچنان شنونده ها باز کارهای قدیمی رو گوش میکنن. شما الان بعد از نمیدونم شاید بیشتر از 30 سال هنوز دارید شقایق آقای داریش رو گوش میکنید، بعد از 30 سال هنوز دارید بی بی گل ماینه گوش میکنید، بعد از 30 سال هنوز دارید خلیج ابی رو گوش میکنید، نمیدونم کار آقا مثل آقای بیژن مرتضوی، مثل شهرام سلطی، دوستانی که واقعا انقدر قدرت خوانندگیشون زیاده و انقدر این جوهر رو دارن از اول از ابتدای کار که واقعا یعنی هر کدومشون یه ستونی هستن که نمیشه اینا رو به هیچ وجه لرزون، یعنی هر کدومشون یک تاریخ ساز یک قسمت از یه سبک موسیقی ایران هستن. بله. تو ایران هم داریم مثل آقای محمد اصفهانی، باریکلا، و یعنی من واقعا برای استاد عزیز احترام قائلم، چون بسیار بسیار زیبا میخونن. بله. بسیار صدای زیبایی دارن، بسیار اشعار زیبایی دارن. بله. استاد شجریان، آقای ناظری و آقای افتخاری، آقای افتخاری تو موسیقی پاپ هم هستن، دوستان خوب برجد از ایران اومدن، آقای شادمهر عقیلی اومدن. بله. چقدر هم چون تو ایران بودن خوب درخشیدن، هم توی خارج از ایران. یا بنیامین که اسمش سر زبون ها افتاده در ایران. دقیقا. دیگه برجت میگم دیگه. ولی این بویا جان در ارتباط با آقای دکتر محمد اصفهانی گفتی، نمیدونم سی دی برکتشون رو گوش کردی. صد درصد. من همه سی دیاشون رو دارم. تکنیک رو میبینی چقدر زیباست. بسیار. چقدر آرانجمان، چقدر تنظیما فوق العاده است. کار بچه ایران دیگه. از داخل ایران این سی دی اومده. یعنی هر چقدر شما این سی دی برکتشونه که من دارم گوش میکنم، سی دی چند تا شما که اینقدر دنبال کار ایشون، چند تا سی دی ایشون؟ من ایشون فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 10 تا 12 تا. یه سری سی دی هست تو ایران هستش که من نمیدونم، یعنی دسترسی هم بهشون ندارم. اونایی که این بر میاد و من میتونم چه از طریق کامپیوتر گوش کنم، چه از طریق مغازه برم بخریم، من فکر میکنم من 10 تا 12 تا سی دی از ایشون دارم. همون سی دی برکت ایشون پر از تکنیکه. دقت کردین شما به این سی دی؟ یعنی هم ایشون یک خواننده پاپ هستن و خیلی هم میتونن موسیقی کلاسیک رو اجرا کنن و واقعا ثابت کردن. آقای دکتر محمد اصفهانی یکی از افتخارات موسیقی کشور. منظورم دقیقا همینه که ای کاش شما یه مقدار بیشتر
داشته باشیم از این عزیزان بله. که از کشوری که واقعا تو 60 میلیون 70 میلیون جمعیت هست احساس میکنم توقعی من بیشتره بله. تا واقعا میبینیم روز به روز خواننده هایی میان که چه از این ور چه از اون ور برجت بله. قصد توهین به هیچ کسی نیست کار بله. همه قشنگه هر کسی یه سبکی رو دوست داره ولی یه مقدار دیگه این ساده خوندنا و این دیگه تک کلاما رو صد بار تکرار کردن و دیگه فکر می‌کنم یه مقدار زیادی لوس شده بله. ما احتیاج داریم که یه مقدار دوباره برگردیم به اصل خیش و یه تجدید نظری بکنیم تو موسیقیمون بله. چون می‌بینیم هنوز الان من اصولا خوب گفتم همیشه میگم بارها صحبت شده خیلی علاقه زیادی به موسیقی ترکی دارم بله. و موسیقی ترکی گوش می‌کنم کاراشون هم میاد بیرون یک سی دی امکان داره مثلا آقای ابراهیم پاتلیسس می‌خونه و بله. همه کاراش توی دستگاه است تو دستگاهی مثلا از اول از اولین ما تو دستگاهی شروع خوندن تا آخر بله. فقط ریتماش فرق کرده ارنجمنت‌ها فرق کرده ولی به قدری زیبا این ارنجمنت به قدری زیبا اجرا کرده که شما حس نمی‌کنید در حالی که توی کار ایرانی اگر یه آلبوم 3-4 تا آهنگ از یه دستگاه باشه ناخودآگاه چه به گوش صاحب کار و چه شنونده یه مدار خسته کننده میرسه و اونم به خاطر اون جوهرشی که ما باید حتما اون پایه رو انقدر قوی بریزیم که موافقم با هم حرفای زیاد منطقید و اجازه بدیم که پویا جان بریم با آگه یا یک نگاهی داشته باشیم بعد برنامه رو با یک موزیک ویدیو کارگردان فنی برنامه هم آقای رافی عزیز هستن که مثل همیشه در برنامه گفتگوی هفته در کنار من هستن ازش تشکر میکنم میریم با آگهی رو نگاه میکنیم برمیگردیم با یک موزیک ویدیو از پویا برنامه گفتگوی هفته رو دنبال میکنیم با ما باشید اکنون شما می توانید بدون مخارج ماهیانه از آمریکا و کانادا دقیقه فقط 3.9 سنت با تهران صحبت کنید مستقیم از تلفن منزل و حتی تلفن همراه با همین قیمت از همین امروز از خط تلفنی راه دور ما استفاده کنید و بعداً بپردازید ستارتک به شما کمک می کند در مکالمات تلفنی راه دور صرفه‌جویی کرده بدون دردسر به راحتی و با کیفیت برتر با نقاط مختلف دنیا صحبت کنید انقلابی در آموزش مکالمه ارائه نوین از مؤسسه نصرت مکالمه انگلیسی در 90 روز فقط از طریق شنیدن و تکرار How much did they buy it? بدون کتاب، نوشتن، خواندن و یا تکلیف در عرض فقط 90 روز به خوبی به انگلیسی صحبت کنید تلفن در آمریکا 310-27-0771 27-0771 کنسرت و پروڈکشن با افتخار تقدیم می کند ابی صدام کردی نگو نه اگر که خسته و خاموش ابی در گروه آنهای باید از عطر عقابی تو رو آغاز کنم با صدای خیس با شنبه 14 اپریل 2007 ابی در گروو آنهایم دست رو تن غروب بکش که از تو گل بارون بشه بذار که از شبی متفاوت در مکانی با شکوه با ابی شنبه 14 اپریل 2007 ابی در گروو آنهایم فروش بلیط در کلیه فروشگاه‌های ایرانی و concertonline.com تلفن اطلاعات 818-240-SHOW در ورودی پر ملال و بی صدا
خبر اوریونی بابا رو داد. اکنون شما می توانید بدون مخارج ماهیانه از آمریکا و کانادا دقیقه فقط 3.9 سنت با تهران صحبت کنید مستقیم از تلفن منزل و حتی تلفن همراه با همین قیمت. از همین امروز از خط تلفنی راه دور ما استفاده کنید و بعداً بپردازید. استارتک به شما کمک می کند در مکالمات تلفنی راه دور صرفه جویی کرده بدون دردسر، به راحتی و با کیفیت برتر با نقاط مختلف دنیا صحبت کنید. آژانس مسافرتی شهرزاد با سابقه 30 ساله قصه‌گوی سفرهای شیرین شماست. برای دیدار از فامیل، آشنایان و دوستان خود یا گشت و گذاری از شهرهای دیدنی و به یاد ماندنی کشورمان، تصمیم رفتن به ایران با شما، ترتیب سفر راحت با ارزان‌ترین قیمت با ما. آژانس مسافرتی شهرزاد، تلفن دفتر مرکزی 310-477-9400 و تلفن راه دور 1-800-742-47-92. این همیشه محبوب نسل ها، نسل تو، نسل من از عشق میخواند. ترانه باران، ترانه باران کن امروز بی پروا. ترانه باران، آلبوم ترانه باران، شاهرخ، صدای جاودانه ای که دو نسل را به هم پیوند میدهد. آلبوم ترانه باران، رها شدن به دست زیبایی، عاشق شدن چقدر تماشاییه. آلبوم ترانه باران، نکنه پنجره تو یکی به بند نازنی، نکنه چشمک تو پخش از ملودی استودیو. تلفن اطلاعات 818-992-6222. امسال فقط ایام نوروز ایدی نگیرید، در تمام ماه مارچ ایدی بگیرید. بله، شرکت مخابراتی اکستل این ایدی را میدهد. چنانچه در ماه مارچ از طریق شرکت مخابراتی اکستل به سراسر جهان تلفن کنید، 20% بونس ایدی خواهید گرفت. از این فرصت استفاده کنید و مکالمات تلفنی خود را با جهان از طریق خط تلفنی اکستل انجام دهید تا هم بیشتر صحبت کنید و هم بهتر بشنوید. تلفن کسب اطلاعات 1-888-888-0509، 1-888-888-0509. نوروزتان پیروز. اکستل. یک شب پرهیجان در یک مکان باشکوه با دو ستاره جنجالی در رادیسون وورد گیت هتل اورلاندو، 5 می 2007. شهرام سولتی نگاهمو پس میگیرم، جلوش یکی بار میزنم، جمعه دوست دارم رو پنج دلم دار میزنم. سپیده 5 می 2007 با دو ستاره جنجالی در رادیسون وورد گیت هتل اورلاندو. فروش بلیط در کلیه فروشگاه های ایرانی و concertonline.com. تلفن اطلاعات 786-351-6396. کیا ریلودد.
مجله نگاه به جهان نگاه کنید. ایران و جهان در یک نگاه. مجله نگاه در دسترس همگان. مجله نگاه اجتماعی، هنری، فرهنگی و ورزشی. آنی جام جان اینترنشنال. ما اینقدر جوان بودیم. این مربوط به سال 1380 شمسی میشه، 1999 میشه که پویا با آلبوم خداحافظی معرفی شد به صورت حرفه‌ای به جامعه هنری و همچنین طرفداران بسیار زیادش و خیلی خیلی خوب و منطقی جا باز کرد بین مردم. و یادم میادش که در یکی از برنامه‌های نوروزی بود، همین سال 1370 بود، که یه روزی آقای وارتان آوانسیان مدیریت شرکت ترانه همراه آقای جانگیر تبریایی آمدن در محل ضبط. آقای وارتان آوانسیان به من گفتن آقای سه من یه ایدی میخوام بهت بدم. گفتم مرسی وارتان جان، تو ایدی تو ایران هم به ما ایدی میداد، سکه طلا میداد و ازمون میگرفت. و بعد گفتم چیه ایدی؟ گفتش یک خواننده تازه نفس به نام پویا. گفتم مرسی وارتان جان. بعد گفتش که ضمناً منصور آقای جانبخش پازوکی هم به اصطلاح معرفی کننده پویا هست. این ویدیو رو گذاشتید که حال منو بگیرید که جوابونی هم. خب بعضی وقتا که هر چقدر میگن قالی پا بخوره سوراخ میشه، نه کیفیتش بیشتر میشه، ارزش خودش رو بیشتر داره. ولی به هر حال توانسته پویا خیلی خوب خیلی خوب در صحنه هنری پا برجا بمونه. چرا؟ بلاز این که با افکارش قبل از آگهی ها شما آشنا شدید و دانستید که یک هنرمندیست که نسبت به کارش احساس مسئولیت میکنه و میگه کلام باید طوری باشه که همه ی طبقات بپذیرن، نباید عبارت های ساده‌ای باشه که مردم دوری بکنم. به همین دلیل هستش که با توجه به احساس مسئولیتی که در این هنرمند وجود داره میبینیم یکی از چهره های موفق هنری کشورمون هستش. خواهش کنم پویا جان. اصولا در میان ما خانواده های ایرانی همه پدر مادرها، البته خواسته بدی نیست، همه دوست دارن بچه‌شون دکتر مهندس بشن، همه یکی از آرزوهاشونه، چرا که نه، و وکیل. و میبینیم که در این بخش یلو پیج ملی که خیلی هم مطرح این یلو پیج، میبینیم بخشی از این حجم این یلو پیج های ملی یا مربوط به اورنج کانتی بیشتر بخش مربوط به پزشکا و وکلا هستش. حتی مهندسین راه و ساختمان درصدشون به این نسبت کمتره. در همین یلو پیج ملی و یلو پیج اورنج کانتی میبینیم که چقدر این یلو پیج ها مطرحه. خب در اون سن و سالی که خانواده پویا به خاطر اینکه موقعیت آینده فرزندشون رو حفظ کنن این بار سفر رو به دوش گرفتن و به خاطر آینده شما و خواهر گرامیتون راهی خارج شدن. شما
شما آمدین در دنیای موسیک. هیچ گونه مقاومتی نکردن، هیچ گونه مخالفتی نکردن که فرزند نوجوانشون شبها میره در نایت کلاب ها یا به کشورهای مختلف میره تنها. و میدونیم که ما ایرانی هم فکر میکنیم پشت صحنه همه چی برقرار اونجا، یعنی عاملی است برای اینکه ما به راه‌های دیگری کشیده بشیم. این برداشت بسیاری از خب یه قسمتش هم حقیقتی هست. بله خب حالا اون حقیقت در واقع شماها که در اون پشت صحنه هستید میدونیم چه خبره. بله ولی خب با این مسئله که میخوام از شما که اون پشت صحنه ها رو مطرح بکنید، چگونه یک پدر مادر با مسئولیتی حاضر شدن فرزندشون به این راه بره؟ راه بدی نیست تا یادمون نره، راه بسیار دلخواهیه. این انگیزه که این سفر رو به دوش کشیدن برای آینده شما چی بود که اول صحبتتون وقتی که اینو گفتید این مسئله رو من یه لحظه نمیدونم یه لبخند رو لبونم اومد، چون میخواستم بگم این دیگه قدیمی شده الان بدم مادری که اصلا بچهش نتونه خوانندشی شبونه راش نمیدم. اون موقع بود که حتما دکتر مهندسی هم همه میخواه خواننده. ولی نه این من فکر میکنم که اگر من بود به سالهای اخیر اینا من تازه میشتم، ولی که اگر مربوط به سال 1380 باشه یا قبل از اون این حالت داشتم. بله در اون زمان که ما میخواستیم بیان خیلی مخالفت میکردن و خیلی سختگیری میکردن. خب طبیعتا دوست نداشتن مثل سایر پدر مادرهای دیگه، و اونم از روی اتفاقا احساس مسئولیتی بود که نسبت به من میکردم. ولی خب من یه مقدار بچه هفت نشنوی بودم و پافشاری استار که من حتما بایستی بیام و این کار ادامه بدم. چرا؟ چون در توان خودم تا یه حدی میدیدم، بقیهش دیگه خب بستگی داشت به قسمت. ولی این اعتماد رو به من کردم خوشبختانه و اجازه دادن که من بیام و وارد این میدون بشم و با مشکلاتش دست پنجه نرم بکنن. اونا به من اعتماد کردن و منم در رضاش متقابلا سعی کردم تا امروزی که اینجا در خدمت شما نشستم و بینندگان عزیز کاری بکنم که از این اعتمادی که پدر مادر به من کردن متاسف نشم. خب ببین یه جایی میخوام بگم کجا شما گفتید که من چون بچه هفت نشنو، یعنی در واقع با در مقابل نه اینکه شوخی میکنم هفت نشنو، من یه علاقه ای بوده که من داشتم. شما ببینید هر کسی به یک چیز علاقه ای داره دیگه، اون که طبیعیه. و من فکر میکنم که هفت نشنو گفتم یعنی شوخی بود فقط. ولی پدر مادر وقتی دیدن که دیگه من، چون اوایل کار همیشه میدونید یه مقدار خب جدی نمیگیرن، میگن خب طرف بچه است، بعد یواش یواش میگن حالا شاید یه مقدار از این حال هوا بیفته، دو فردای دیگه خودش پشیمون بشه، صرف نظر بکنه، تغییر عقیده کنه، تمام این صحبت هست. ولی بعد از یه مدت که دیدن، البته بعد از یه مدت که بگم من چندین و چند سال قبل از اینکه بیام میخوندم، همونو دارم میگم، آره باعث شد که دیگه به اون نسبت سال 80 که شما به طور حرفه‌ای 1999 به طور حرفه‌ای به جامعه هنری معرفی شدی و به مردم در سراسر دنیا معرفی شدی، خب باز هم اون نوجوانی شما بود. دیدید اولین موزیک ویدیو تو خدافزی دیدیم دیگه، از آلبوم اول خدافزی دیدیم که هنوز اون پختگی های لازم و ممکنه مثل که الان که داری اون موقع نداشتی. درست. ولی خب باز هم اون قلب پدر مادر میتپه برای شما که اونجوری که بخوام نگاه کنیم تا 100 سالمون هم بشه همچنان پدر مادر حواسشون به بچه‌هاشون هست. ولی دیدی نیست وقتی هم بزرگ بشی شما اونا رو فراموش می‌کنی. حالا اونا شما رو فراموش نمی‌کنن. نه ولی خب جالبه، چون به نظر من واقعا تمام جوانا باید سعی بکنن که این حالت رو داشته باشن که واقعا پدر مادرشون رو، البته من نمیدونم تا چقدر تو این کار موفق بودم یا نبودم، هیچ ادعایی ندارم، ولی کلا دارم صحبت میکنم که بچه‌ها حتما بایستی مواظب خودشون باشن. جوانا که میان توی چه تو این مارکت چه کلا تو هر تو جامعه در تا یه روز مواظب خودشون باشن. دوستای ناباب، به قول معروف کارهای ناجور، تمام اینا هست تو مملکت خودمون اینجا اروپا، فرق نمیکنه، چون جو عوض شده، زمونه عوض شده. و واقعا
میگم البته پدر مادر همیشه میگن تا خودت پدر مادر نشی حس نمیکنی. من شاید اون حس رو نداشته باشم، ولی این مثل همیشه مثل زنگ تو گوشم هست که میگن تا بچه رو واقعا به یه جایی برسونن از لحاظ اینکه از این آب و گل درش بیارن خیلی مراحل داره. واقعا خسته نباشید، باید به همه پدر مادرایی که واقعا احساس مسئولیت میکنن نسبت به بچه‌هاشون و سعی میکنن که درست تربیت بشن. منم که همیشه دست بوسه پدر مادرم بودم، چون فکر میکنم که انقدر تربیتشون درست بوده که حداقل من توی کارای ناجور نیفتادم. خیر، بسیار. من واقعا به شما تبریک میگم. مرسی. من واقعا به این هنر شما و به این شخصیت شما و به این احترامی که برای پدر مادر قائل هستین واقعا به شما رو ستایش میکنم. قربونتون برم. هستن مثل شما. من برای کامران هومنم احترام خاصی قائلم، چرا مرسی. که این دو جوان انقدر در اوج محبوبیت و معروفیت، شهرت، هر چی بگید هستن، ولی همیشه بعد از خدا پدر مادر رو جوان های سالم، بسیار سالم، از خانواده خوب. بله، اینا زیاد هست. داریم شهریار جون، دوستان تمه. بله، بهتون تبریک میگم. اولین باری که تو همین صحنه های هنری یا به طور کلی به طور متناوب شما رو به دعوت یک مشروب کردن، یک سیگار کشیدن کردن، کی بود؟ عکس‌العمل شما چی بود؟ اونا که از سن بچگی بوده اصلا، یعنی همیشه من همونو دارم میگم. آره، یعنی قبل از اینکه اصلا توی این کار بیام بوده، توی این کارم اومدم. نه نه، شما وقتی که پاتون تو نایت کلابا باز شد، نایت کلابه، چگونه مقاومت کردی؟ چگونه برخورد کردی که دیگه در این رابطه که بهتون تعارف مشروب کردن؟ خیلی راحته، یه نگفتم همیشه و مقاومت کردی. حالا یه دفعه است، حالا یه لیوان اصلا، یعنی همیشه گفتم حالا یه پک بزن، یه پک، حالا یه دونه. نه فا اینا هیچ، اصلا به هیچ وجه. و اون صورت دوستانم که یه مقدار زیاد از حد دیگه استار کردن با اون قطع رابطه کردن، با اون چهره جدی من برخورد کردن که یه مقدار ناراحتت، شاید باعث شده که من یعنی زود یه جوری برخورد کردم که دیگه حد مرز خودشو میدونه دیگه، یعنی بیشتر از اون دیگه تعارف نمیکنه یا اصرار نمیکنه. براو رافی جان، ما رو به یک موزیک ویدیوی دیگه از پویای عزیز دعوت کن در واقع، بعدم بریم به آگهی ها برمیگردیم، صحبتمون رو با این هنرمند خوب، این جوان بسیار مسرور نسبت به خانواده، نسبت به کارش و جامعه، صحبتمون رو با پویا ادامه میدیم. رافی جان ما رو به یک موزیک ویدیو از پویا دعوت کن.
Hi, my name is Stephen Pace. I am the general manager for Pacific Mortgage Broker in Las Vegas, Nevada. With offices in Laguna Hills, California and Las Vegas, we've been in business for over 25 years. Our lenders allow us the opportunity to provide financing for any real estate, be it commercial, residential, construction, or land. We can handle needs, be it good credit, bad credit, and even bankruptcies. If you're looking to refinance property or purchase, please consider Pacific Mortgage Broker. We take pride in providing the right products for the right people with integrity. Thank you, and please allow Pacific Mortgage Broker an opportunity to work for you. Concerto Production presents April 21st, 2007. Washington, D.C. hosts one of the most explosive events ever. Kamron and Hooman. And Doma April 21st, 2007. Kamron Hooman and DJ Alligator live at the Love Nightclub in Washington, D.C. Tickets available online at concertoonline.com and at all major Persian stores. For information, call 703-675-8797. Another production from Concerto. چای احمد نفیس‌ترین چای دنیا. شنبه 14 اپریل 2007 ابی در جروب آنهای. تلفن اطلاعات 818-240-SHOW. امسال فقط ایام نوروز ایدی نگیرید، در تمام ماه مارچ. سرتو پروڈکشن با افتخار تقدیم میکنم. ابی صدام کردی، صدام کردی، نگو نه، اگر که خسته و خاموش. ابی در جروب آنهای. باید از عطر عقابی تو رو آغاز کنم با صدای خیس ما. شنبه 14 اپریل 2007 ابی در جروب آنهای. دست رو تن غروب بکش که از تو گل بارون بشه، بذار که از شبی متفاوت در مکانی با شکوه با ابی. شنبه 14 اپریل 2007 ابی در جروب آنهای. فروش بلیط در کلینگ فروشگاه‌های ایرانی و concertonline.com. تلفن اطلاعات 818-240-SHOW. با مجله نگاه به جهان نگاه کنید. ایران و